پارلمان آلمان بسته امنیتی جدیدی را با هدف تشدید سیاست های مهاجرتی تصویب کرد اما برخی از بخش های آن از سوی شورای ایالت ها رد شد همزمان رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تا با استفاده از اهرامهای های مالی و سیاست ویزا بازگشت مهاجران غیرقانونی را تسریع کنند همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم بینیم پارلمان آلمان روز جمعه 18 اکتبر بسته امنیتی احزاب اعتلاف دولتی را تصویب کرد که هدف آن تشدید سیاست های مهاجرتی و مبارزه با تروریسم است با این حال برخی از بخش های این بسته از سوی شورای ایالت های آلمان رد شد بسته امنیتی شامل تسهیل اخراج مهاجران مجرم و تشدید قوانین پناهندگی می شود و به نهادهای امنیتی اختیارات بیشتری می دهد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا نیز در 26 مهر توافق کردند تا برای تسریع بازگشت مهاجران غیرقانونی از تمام های مالی و از سیاست ویزا استفاده کنند. این تصمیم در واکنش به افزایش ورود مهاجران غیرقانونی و فشار بر نظامهای اجتماعی و سیاسی در اروپا اتخاذ شده است اورسولا رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که پیشنویس قانونی جدیدی برای تسهیل این فرایند تهیه خواهد شد با افزایش آمار مهاجرت و به دنبال آن تقویت احزاب راست افراطی این موضوع به یکی از چالش های جدی در سطح قاره تبدیل شده است در حالی که برخی از کشورهای عضو مانند لهستان و ایتالیا اقداماتی برای محدودیت پذیرش پناهندگان انجام داده اند دیگر کشورهای اروپایی بر نیاز به مهاجران به عنوان نیروی کار تاکید دارند این تحولات نشان دهنده تغییرات عمیق در سیاست های مهاجرتی و چالش های حقوق بشری در اروپا است.